سلام و وقت بخیر به فراخبر امشب با من بهرام امان خوش آمدید. وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگوی اختصاصی با مجله هندی اندیا توده گفته است که برگشت القاعده، داعش و طالبان در افغانستان موضوعی است که جای نگرانی واقعی دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی برای یک دیدار سه روزه با مقامات هند وارد این کشور شده و نگرانی خود را در مورد وضعیت افغانستان با همتای هندی خود در میان گذاشته. وزیر خارجه عربستان گفته که کشورش هیچ تماسی با طالبان ندارد و در مورد بر رسمیت شناختن آنها نیز منتظر تشکیل یک دولت فراگیر است. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، با آقای عبدالشکور صبوری پژوهشگر با ما وصل هستند که البته آقای صبوری تا هنوز وصل نشدند، ولی بحث را با آقای مختار آغاز میکنیم. آقای مختار، بسیار به برنامه خوش آمدین. فکر میکنین که نگرانی عربستان سعودی از برای چیست؟ شما سلامت باشین. سلام به شما و بیننده های گرانقدر شما در سراسر جهان. فکر کنم نگرانی دولت سعودی یا حکومت منارک سعودی بی‌معنا و بی‌مفهوم است. اینجا دیگه القاعده یک پتانسیل قوی نمانده که باید نگران باشه و این نگرانی بیجا و بی‌معناست. در افغانستان یک نظام توسط خود مردم افغانستان بر اساس ارزش‌ها و باورهای مردم به میان آمده. برای سعودی بهتر است که با امارت اسلامی افغانستان مستقیما وارد مذاکره شود و صحبت شود. شما اگر به تاریخ داعش در افغانستان نگاه بکنین با نیم نگاه شتابنده، میابین که امارت اسلامی افغانستان یا تحریک طالبها در او زمان مستقیما با داعش درگیر بود و داعش را در افغانستان متلاشی ساخت. بنابراین من فکر میکنم سفر وزیر خارجه سعودی به هند بهتر سر مسائل سیاسی و موضوع کمک های بایروت خودشان البته هست. روی از این موارد می آیم، ولی آقای مختار، بی بی سی به نقل از اندیا توده نوشته که وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که برگشت القاعده، داعش و طالبان در افغانستان موضوعی است که جای نگرانی واقعی داره. فکر میکنین با توجه به این که خود عربستان سعودی در گذشته متهم به داشتن روابط با القاعده بوده و در کنارش در دوره حاکمیت طالبان را در میان سه کشور بود که بر رسمیت شناخته بود، چطور نام طالبان را در میان القاعده و داعش میگیره؟ خب موقف بی بی سی و اندیا توده در مقابل امارت اسلامی مشخص است. اونا بایست هستند و تبلیغات را هم انجام میدن. ما فکر نمیکنم نقل قول کردن آقای مختار. میخوام همینجا بپردازم. نقل قول هست ولی موقفشان هم از لحاظ ژورنالیست و برای چی که لابی میکنه ما میبینیم. بی بی سی هندوستان و فرانسه به خاطر تضعیف یک نظام اسلامی در افغانستان لابی میکنه و همیالان به میلیون ها دلار خلاف ازی استعمال میکنن و ای از جهان هم پوشیده نیست. کسی که اهل مکتب ژورنالیسم هست یا به تحقیقات سیاسی و استراتژیک میفهمه ایره میفهمه. در مورد بیطرفی رسانه حرف نمیزنیم آقای مختار. خب نقل قول کرده، بله. نقل قول هم خود یک رسانه نقل قول کرده. بله. یک رسانه نقل قول یک کشور را کرده که فلانی و فلان جای رفته و همون نقل قول هم برش پرداز داده شده. ما میتونیم به صراحت اینجا بگوییم دولتی که در افغانستان شکل گرفته، نظامی که در افغانستان شکل گرفته، هیچ مشکلی به هیچ همسایه و فراهمسایه خود نخواهد داشت. اینجا یک نظامی بر اساس باورها و ارزشهای مردم افغانستان به میان آمده. بهتر است دولت سعودی، حکومت هند و اروپا با طالبها وارد مذاکره شوند، مشکلاتی که دارند و نگرانی هایی را که دارند در یک بحث دیپلماتیک وارد صحبت شوند و این موضوع را حل بسازند. البته ای که خودش چطور رفته با همتای هندی خود صحبت کرده خودش هم یک موضوع جداست و یک سوال ایجاد میکنه، ولی خوشبختانه که آقای صبوری هم با ما وصل شدن. آقای صبوری، شما فکر میکنین عربستان سعودی به دنبال چیست و چرا نگران است؟ شما ببینید نگرانی عربستان سعودی به نظر ما بسیار بجا هست، به خاطر از اینکه ما دیدیم که طالبا یک رابطه بسیار نزدیک با رقبای اساسی عربستان سعودی تامین کردن که ایران است، قطر است و کشور ترکیه هستند.
و سفر وزارت خارجه وزیر خارجه عربستان سعودی نظر به چند فاکتور میتونیم که ما شما ای را استدلال بکنیم. فاکتور اول رابطه سرد عربستان سعودی با بایدن و موضوع دوم و اساسی رابطه سرد عربستان با پاکستان در یک آخر و نکته سوم و اساسی که آوردن دو شخص که با ایران بسیار نزدیک بودند در کابینه و آن هم در نهادهای امنیتی که ابراهیم صدر و زکریا بود و اینا اشخاصی بودند که در حمله هلمند با حمایت بلوچای ایران با طالبان یک نقش بسیار عمده را بازی کردند. بنان عربستان سعودی ترس از این داره که مبادا ایران نفوذ بیشتر در افغانستان نفوذ بیشتر بکنه و مهره ها و گروپ های را رشبتن که بر منافع عربستان سعودی در منطقه و حتی در خود عربستان سعودی ضربه بزنن. ولی نگرانی کردن از حضور داعش، از حضور القاعده و تا از حضور خود طالبان در افغانستان چطور میتونه سعودی را به هدفش برسونه؟ شما ببینین القاعده یک گروپ از ناراض از خانواده شاهی تشکیل شده و حضور القاعده میتونه به عربستان و رشد آن در افغانستان میتونه به عربستان یک خطر بسیار جدی باشه. ما شما رقابت‌های منطقه‌ای در کشورهای مختلف عربستان کشورهای مختلف همسایه عربستان سعودی همچی یمن، مصر، لیبیا، لبنان شاهد بودیم که جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف را تمویل می‌کردند. مثلا سقوط اخوان المسلمین توسط اساسی که از حمایت بی پایان عربستان سعودی برخوردار بود. حال عربستان ترس از این داره که مبادا از مهره القاعده ترکیه، قطر و ایران استفاده کرده و به خانواده شاهی ضربه وارد کنه. ولی آقای مختار میگن که خب تبلیغات بیش نیست، نه القاعده است نه داعش است، حالا یک نظام قوی روی کار آمده و قابل نگرانی نیست. شما ببینید بیره یک ارزیابی بسیار احساساتی میدانم. ما اگر عمیق به تحولات اخیر در جهاد و بخصوص در منطقه و نقشه ها راه هایی را که کشورهای مختلف به خاطر تأمین منافع خود در کشورهای مختلف استفاده میکنه، ما نمیتونیم گیر یک نگرانی بسیار ساده احساس بکنیم. شما ببینین این سفر وزیر خارجه عربستان سعودی بر 3 روز هست، به معنای از این که اینا یک گفتگوی بسیار مفصل و با یک توافقهای بسیار تهدابی و اساسی که حتی میتونه یک نقش بسیار عمده در آینده منطقه بازی کنه که یکی از او توافقا به احتمال زیاد تبادل اطلاعات امنیتی و استخباراتی خواهد بود. تشکر آقای مختار. خب آقای صبوری میگن که سطحی نباید گذشت از چنین موضوعات، تهدید دارن این گروه در افغانستان. خب اول خو ریفرنس هایی که آقای صبوری داد، ما به این ریفرنس ها تا حد بسیار موافق هم نیستم و در بسیار جار این ریفرنس ها هم از وبسایت های گرفته شده که بر ضد افکار اسلامی در منطقه کار میکنه. مثلا کدام رفرنس؟ اجازه بدین من برای نکات خود همین جمله رو خود تکمیل کنم، شما بینتونین سوال تا رو بعدا بکنیم. عربستان سعودی در منطقه در این شکل است که ایران حریف دیرینیش هست و در مقابل ایران باید نیم نگاه بر افغانستان داشته باشه. ولی افغانستان دیگر یک دولت پوشالی، یک دولت دست نشانده، یک دولتی که بر اساس ارزش های غرب باشه در اینجا حضور نداره. اینجا یک دولت بر اساس ارزش های دینی و اسلامی مردم به میان آمده و هیچ کسی اجازه نخواهد داد که در امور منطقه و سمت و یک کشور و کشور دیگر مداخله بکنه. آمدم در قسمتی از این که ایشان میفرمایند که خب سعودی القاعده بخشی از کسایی است که نظام سعودی را میتونه با مشکلات مواجه بسازه. سعودی در قسمن در بسیار مسائل ما میتونیم به بسیار جرأت بگیم که بانی داعش هم بود، در بسیار جایها به داعش کمک هم کرد، در سوریه هم به سعودی ها علیه نظام بشار الاسد کمک میکرد. ما نمیتونیم بگیم که خب یک
یک فرضیه وجود داره در سیاست که هر کس میتونه حرف بزنه، اما شرایط عینی افغانستان تغییر کرده. بهتر خواهد بود ما او رو بر مکانیزم افغانی خود فکر بکنیم. افغان ها میخواهند اینجا در چارچوب یک نظام اسلامی یک سیاست بی‌طرف را در منطقه داشته باشه. سعودی هیچ نگرانی را در این رابطه نباید داشته باشه. ایران کشور همسایه ماست و ما تاریخ فرهنگی و اسلامی باش داریم و افغانستان من حیث کشور آزاد و مستقل حق داره که با هر کشور تماس بگیره. در قسمت ریفرنس ها شما میبینین بی بی سی، سی این این و فرانس 24، تاجیکستان تایمز، امی حرفایی که برادر ما قبل زد با می حرفا پرداز میتن و لابی میکنن به این خاطر که یک نظام اسلامی اینجا تضعیف بکنه و نگذارن که یک نظام مقتدر و یک نظام با ارزش های دینی و اسلامی به میان بیا. همینطور لابی ها را در منطقه میکنه تا یک گروه دیگر را ایجاد بکنه و در منطقه مشکلات و نگرانی را ایجاد بکنن. القاعده در منطقه در افغانستان در حدود چند نفر هست یا نیست و انشالله در مقابل عزم ملت مسلمان و مجاهد افغانستان کوبیده خواهد شد. آقای صبوری اگر واکنش دارین بفرمایین، اگر نه پرسش بعدی را مطرح بکنم. ما با آقای عاطف عزم بکنم که همگی خوش است که در افغانستان یک نظام اسلامی بیاید. اولا در افغانستان تا فی الحال دولت تشکیل نشده، یک حکومت هست و دوم بر مبنای شریعت اسلام نیست. تا جایی که من شریعت اسلام اطلاع دارم، شما ببینید یک صحابه میگه پیش پیغمبر خدا رفت و از او پرسید که من میخوایم والی فلانی منطقه شوم. پیغمبر خدا برش گفت که تو نمیتونی لیجا والی شوی. و ازش پرسید که چرا؟ برش گفت که تو را مردم نمیخوای، تو خودت میخوایی. امروز طالبا از پشتیبانی 10% مردم برخوردار نیست. بناهن اینا حکومت است که آمدن یکی و دیگر خود را انتخاب کردن. اینا از پشتیبانی وسیع مردمی تا فی الحال نظر به شواهد که موجود است که برخوردار نیستن. به نظر من خود طالبا حتی به خاطر قدرت نجنگیدن، اونا به خاطر آوردن یک نظام اسلامی در افغانستان جنگیدن. بناهن قدرت اگر خود طالبا بگذارن با اشخاص متخصصی که از بازی‌های منطقه‌ای و جهانی برخوردار است و میتونه که افغانستان از این بحران بکشه، قدرت به این اشخاص بگذارن و خودشان به خاطر هدفی که در 20 سال گذشته می‌جنگیدن، خروج عساکر خارجی که به دست آوردن و تحکیم شریعت اسلام در افغانستان، گورا میتونه در یک نقش دیگه بازی بکنن. ولی آقای مختار میگن که اگر عربستان سعودی یا هر کشور دیگر نگرانی داره از در مورد افغانستان که مبادا از اینجا کدام خطر مواجه شوه یا به او روبرو باشه، چرا نمیای مستقیم با حکومت فعلی افغانستان گپ نمیزنه؟ چرا میره مثلا با هند نگرانی خود را ابراز میکنه؟ شما ببینید حکومت عربستان سعودی با طالبا به خاطر از این صحبت نمیکنن که طالبا تا فی الحال نمایندگی کلی از مردم افغانستان را نمیکنن. یک موضوع و موضوع دیگه ای که زمانی که عربستان سعودی در سال 1996 عجله کرد بر رسمیت شناختن طالبا از امین امتیاز سوء استفاده کردن و بیشتر از استانداردهای منطقوی و جهانی را از نگاه حقوق بشری و حقوق انسانی زیر پا گذاشتن. ترس طالبا از امین است که اگر این بار ما روابط خود را بیش از ظرفیت طالبا با طالبا بیشتر بسازیم، مبادا که به یک بحران داخلی در افغانستان و منطقوی تبدیل شود. آقای مختار، خوب آقای صبوری میگن که جهان و بخصوص عربستان سعودی حالا بی‌باور شده. اجازه بدین اول خو من فکر نکنم نظامی که در افغانستان حاکم است به سرتیفیکت و شهادتنامه از آقای صبوری ضرورت داشته باشه که اینجا یک نظام اسلامی است یا نیست. اینجا یک نظام بر اساس دین و شریعت و ایمان به میان آمده و اصل از این نظام هم بر اساس ارزش های دینی و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده. دوم این که ایشان فرمودن که اینجا نظام بر اساس مسائل بشری. ما هم دیدیم در طول 20 سال یا 21 سال حکومت غربی یا جمهوری اینجا آمد، تمام قوانین و ضوابط بشری را زیر پا کرد، به هزارها انسان را کشت و به هزارها انسان را زندانی ساخت، خانه های مردم را ویران ساخت،
مساجدشان را ویران ساخت، تکیه خانه هایشان را ویران ساخت، برخلاف تمام قوانین و ضوابط بین المللی و بشری مطابق تمام ارزش های انسانی افغانها را حتی بیرون از مرز افغانستان بیرون ساخت و زندانی کرد. بناً کسایی که ادعای حقوق بشر را میکنه یا دفاع از حقوق بشر صحبت میکنن، اونا خودشان ناقضین حقوق بشر است که ملت مسلمان و مجاهد افغانستان و جوامع حقوق بشر باید از اونا بپرسن. در قسمت سومش اینا صحبت کردن که اینجا یک نظام بر اساس باورهای مردم به میان نیامده. شما دیدین حکومت جمهوری در مقابل اداره و اراده مردم استادگی نتانیست. طالبها جز مردم افغانستان، مردم افغانستان است و پشتیبانی بسیار عظیم مردم دنبالشان هست. این ملت افغانستان بود و این ملت مجاهد و مسلمان افغانستان بود که بر علیه یک تجاوزگر غرب جنگید و افتخارانه در این قرن بیستم یک بار دیگر خارجی ها را از سرزمین خود بیرون کرد. ممکن برایشان ای افتخار نباشه، اما برای ملت ما هست. آمدیم در قسمت حکومت. حکومت شما میبینین که در کابینه هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، تاجک ها عملا جا میگیره. اگر دولت یا دنیا میخواه که با افغانستان مذاکره بکنه، باید حکومت یعنی امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسه. بدون از این دیگه چاره نیست. ما نمیتونیم در یک دست دو تا هنوانه را بگیریم. از یک طرف ما میخواهیم که در افغانستان موضوع حقوق بشر مراعات شوه، همه اقشار و اقوام در یک نظام باشه. او در صورت میشه که اینجا یک نظام باید به رسمیت شناخته شوه و این حق ماست. افغانستان همانطور که نقض حقوق بشر در چین است، در کره شمالی است، در سعودی است، در افغانستان وجود نداره. ولی آقای مختار فکر میکنین چرا جهان مثلا امریکا با توجه به اینکه خود طالبا بار بار اطمینان دادن که از افغانستان هیچ تهدید مواجه جهان نخواهد بود، هیچ کشور از اینجا تهدید نیست، فکر میکنید چرا بی باور است؟ مثلا امریکا میایه هشدار میده از رشد کردن القاعده و داعش، حالا عربستان سعودی میایه هشدار میده، بی باوری از کجا منشأ میگیره؟ امریکا دیروز هم دروغ میگفت، امروز هم دروغ میگه. امریکا دیروز هم به هیپوکراسی باور داشت، امروز هم به هیپوکراسی باور داره. امریکا دیروز هم خلاف تمام قوانین بین المللی بر سر یک ملت مسلمان و مجاهد عمله کرد، امروز هم برای کسای لابی میکنه که اونا خودشان مجرمین و ناقضین حقوق بشر در افغانستان است. به صدها میلیون دلار دزدی کردند، خانه های مردم را غصب کردند، خانه های مردم، زمین های مردم را غصب کردن، یک زندگی ارستوکراتیک و اشراف سالاری در خارج برای خود دارن. ادعای امریکا بی جا هست. امریکا در طول 14 ماه مذاکراتی که بر طالبان در دوحه داشت، در این مذاکرات اصل اساسی همی بود که در افغانستان یک نظام اسلامی بر ارزش های دینی به میان میاد و امریکا بلا قید و شرط سرزمین ما را باید ترک بکنه و این حق ماست. و این حق را خود افتخارانه به دست آوردیم. ما مطمئن هستیم که نگرانی آمریکا بی جا هست و آمریکا برای دموکراسی که لابی میکنه او در افغانستان جای داشت. تشکر آقای صبوری. هم طالبا اطمینان میتن که از افغانستان هیچ خطر مواجهه هیچ کشور نیست و هم در کنارش آقای مختار میگن که تمامی گپایی که میشنویم تبلیغات است. پس تهدید کجاست؟ شما ببینید اطمینان طالبا اطمینان است که اینا وظیفه شان است و چون افغانستان چیز از جامعه جهانی است و چیز از منطقه است و اینا سعی و تلاش میکنن با اطمینان ها تا بتونن اعتبار در بین کشورهای منطقه و جهان به دست بیارن که ما این اطمینان دادن برطرف میدانم. ولی تشویش در اینجا است که گروه های مختلفی در افغانستان فعالیت دارن و این گروه ها به احتمال زیاد که نفوذشان بیشتر شود و وسعت پیدا بکنن. امی خود فقر مهاجرت به منتج به این بشه که تا این گروه ها سربازگیری بکنن.
و در افغانستان هنوز هم کشورهای مختلف مهره‌های مختلف دارن که اونا به اون مهره‌ها توسط اونا تمویل میشن و بر خاک افغانستان بر علیه یک کشور و دیگر کشور استفاده میکنن. چون افغانستان یک میدان بسیار ارزان جنگ است و ما به همین خاطر گفتم که و توانایی طالبان تا جایی که انسان میبینه به نظر ما در طویل المدت مدیریت چنین گروه ها را ندارن و این گروه ها انقریب سر میزنن. ما به شما اگر یک مثال بسیار زنده بتون بجز از القاعده و توروس ها خیزش های پشتون نشین در پاکستان که امروز حتی صدراعظم پاکستان عمران خان 3 نکته را به طالبان گذاشت، 3 شرط اساسی را، که یکی حقوق بشر یاد کرده و دوم حکومت فراگیر یاد کرد. یعنی به این معنا که حتی پاکستان که طالبان توسط اونا تمویل می شد به این نتیجه نرسیده که حکومت فعلی را که طالبان اعلان کردن فراگیر باشه. و نکته سوم را که پاکستان اعلان کرد هیچ نوع فعالیت های تروریستی در خاک افغانستان نباشه، که یعنی به این معنا که حتی کشورهای منطقه از مدیریت فعالیت های تروریستی در خاک افغانستان نگران است، چی خواست که طالبان ادعا بکنند که این مدیریت میتونند. تنها شرطی که طالبان میتونه این گروه ها را مدیریت بکنه یک اجماع منطقوی و اجماع داخلی، این دو نکته اساسی طالبان را میتونه به این موفقیت دست بده. فکر میکنین آقای صبوری امین نگرانی هایی که کشورهایی که شما یاد کردین دارن در حد نگرانی باقی خواهد ماند یا نه دست به کار هم خواهند شد در عمل؟ به نظر به اینا دست به کار میشن، چون در کنفرانس شانگهای چین یک نکته ای را که یاد کرد و آنی که ما باید یک یونت مبارزه علیه تروریسم منطقوی داشته باشیم. شما قبول کنین به این و ما از طالبان خواهش میکنم که اینا به این نتیجه برسن که فعالیت های گروهیستی یک گروه های تروریستی یک چالش منطقوی و جهانی است. شما ببینید بسیاری از گروه های نیابتی دول های مرکزی بسیار مستحکم و سقوط داره. ما به شما مثالش در لیبیا میتونم که خلیفه هفتر بر علیه نظام شناخته شده توسط سازمان ملل متحد حتی تا ترابلس پایتخت لیبیا را نفوذ کردند و اونا از حمایت کشورهای مختلف متخاصم برخوردار بودند. بنابراین در افغانستان هم ما فعالیت های گروه های توریستی را نادیده نگیریم. اینا میتونه نه تنها که طالبان را به چالش بکشانه، حتی بعض از کشورهای ضعیف منطقه را به چالش بکشانه. به طور مثال میتونه تاجیکستان، ازبکستان، اگر اونا از حمایت بلا انقطاع روسیه برخوردار نباشن میتونه اونا رو هم به چالش بکشن. تشکر آقای صبوری. آقای مختار، فکر میکنین که اگر کمک های جهانی بر افغانستان همچنان قطع باشه و حکومت افغانستان یا حکومت سرپرست افغانستان نتونه کمک های جامعه جهانی را کسب بکنه، در برابر گروه های مثل داعش و القاعده مبارزه کرده بتونه؟ اجازه بدین اینجا یک نظر در رابطه با صحبت برادر ما داشته باشم. فقر امروز، مشکلات امروز را در افغانستان امریکا و امان کسایی که ادعای دفاع از حقوق بشر را میکنه امونا ایجاد کردن. اونا اسد یا پول افغانستان را بلاک کردن، در حالی که اینجا یک نظام هست، یک نظام هم هست که نه دزدی میکنن و نه به دزدی باور دارن. امو جمهوری خواهایی که اینجا به میلیون ها دلار برشان سرمایه گذاری کرد ملت افغانستان را چور ساخت. هر مشکل اقتصادی و فقری که امروز هست به خاطر است که آمریکا نمیخواهد در این منطقه یک حکومت یا یک دولت اسلامی بر اساس ارزش ها و باورهای مردم افغانستان به میان بیاید. این آمریکا، برادر ما لیبیا را مثال داد، لیبیا را آمریکا خراب ساخت، حکومت لیبیا را از بین برد، گروه های تروریستی را آمریکا حمایت میکنه و آمریکا لیبیا را به چند پارچه تقسیم ساخت. اما افغانستان را به این ارزش ها که لیبیا در افغان ها نداره. در حد 30 ثانیه وقت داریم آقای مختار. میخوایم یک جمله را بگم. ما یک سرزمین واحد مسلمان مجاهد هستیم و انشالله نظامی که در افغانستان هست حکم فرما خواهد بود و تمام افغان ها میتواند در این سرزمین خود در دفاع از نظام خود با برادران خود یک جا کار بکنه. سرزمین خود را تا ما درست نکنیم هیچ کسی و هیچ
احد برای ما درست. آقای عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و آقای عبدالشکور صبوری پژوهشگر، هر دو مهمان عزیز تشکر از شما که در بحث حضور پیدا کردین و دوستایی که بیننده فراخبر بودید. خدا نگهدار.